All of our images and videos are archival and we do not claim that they are related to the present time. هواپیماهای ترابری جدید ایرانی در حال جایگزین شدن با نمونه‌های قدیمی‌تر. آیا باید منتظر آواکس ها هم باشیم یا نه؟ عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمامی همراهان گرامی کانال پارتیزان، خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از برنامه‌های ما. امروز قراره درباره هواپیمای ترابری سیمرغ صحبت کنیم و اینکه آیا میتونه در نقش آواکس ظاهر بشه یا نه. پس لطفاً تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از تیم ما حمایت کنید و به ما انرژی بدید. خب حالا بریم سراغ این هواپیما و اون رو بررسی کنیم. وزارت دفاع در اردیبهشت 1401 دست به رونمایی بسیار جالب و شگفت انگیزی زد. این رونمایی با توجه به نیاز داخلی کشور به هواپیماهای ترابری انجام شد و اسمش رو هم سیمرغ گذاشتن. اما حالا خبر رسیده که ساخت فروند دوم این پرنده در حال طی کردن مراحل خودشه و شاید به زودی فروند بعدی این هواپیما رو هم شاهد باشید. اما سوالی که هست اینه که سیمرغ ایرانی این چه ویژگی هایی داره که وزارت دفاع رو برای ساخت تعداد بیشتری از اون مجاب کرده؟ هواپیمای سیمرغ قراره برای ما نقش ترابری رو بازی کنه و ویژگی داره که به اون این امکان رو میده که از روی باندهایی که طول کوتاهی دارن به راحتی بلند بشه و مهمات خودش رو به میادین نبرد برسونه. اما شاید براتون جالب باشه که بدونید این هواپیما توانایی حمل بار حدوداً 6000 کیلوگرم رو هم داره و 4600 کیلوگرم سوخت رو هم حمل میکنه. سیمرغ این میزان بار رو تا شعاع تقریبی 3000 تا 4000 کیلومتر جابجا میکنه و میتونه به نیروهای در حال رزم کمک برسونه. طول کلی این هواپیما 25 متره و ارتفاع اون چیزی به اندازه 8.70 متره. اما توانایی این هواپیما در نشست و برخاست از باند به شدت عالیه. این هواپیما از باند 1400 متری بلند میشه اما میتونه با استفاده از باند 900 متری فرود بیاد. سیمرغ ما ارتفاع پروازیش 7 کیلومتره و در این ارتفاعات میتونه به سرعت کروز 500 کیلومتر در ساعت برسه. این هواپیما در بخش پیشران از دو موتور تورپراپ استفاده میکنه که نسخه های بهینه شده و به روز رسانی شده که موتورهای استفاده شده در هواپیمای ایران 140 هستند و در بخش پیشران یک مزیت خارق‌العاده برای این هواگرد محسوب میشن. طول کابین این هواپیما 11.6 متره و طول رمپ اون 3 متره. این هواپیما در صنایع حسا تولید شده و قرار در آینده نزدیک چند فروند از اون ساخته و در نیروهای مسلح به کارگیری و استفاده بشه. شاید برای شما عزیزان و همراهان کانال پارتیزان سوال به وجود اومده باشه که این هواپیما قرار جایگزین چه هواگرد ترابری بشه. در پاسخ به این سوال باید اعلام کرد که احتمالاً این هواپیما به جای F-27 فوکر جایگزین بشه. هواپیمای F-27 فوکر یک هواپیمای قدیمی از نوع مسافربری و ترابریه که با توجه به اینکه این هواگرد در کشور ما به شدت فرسوده و تحلیک شده و حتی سوانح زیادی رو تجربه کرده، دیگه حضور اون در ناوگان فعال ترابری نیروهای مسلح به صرفه نیست و به احتمال زیاد جای خودش رو به سیمرغ‌های نوتر و مدرن‌تر واگذار کنه. اهمیت هواپیماهای ترابری در همه جای دنیا برای هلیبورن مهمات و نیرو ثابت شده و به موازات اون در کشور ما که تجربه تلخ جنگ رو هم پشت سر گذاشته، یک نیاز اساسی محسوب میشه و به نظر می رسه اقدامات خوبی در راستای رفع نیاز به این نوع هواپیما در حال انجامه که در آینده بیشتر از اون خبرهای تازه و بیشتری هم خواهیم شنید. اما یکی از موضوعات مهمی که بعد از رونمایی از این هواپیما در رسانه ها نقد شد و خیلی ها به اون دامن زدن اینه که آیا سیمرغ برخواسته از آتش و برگرفته از علم و دانش این مرز و بوم توانایی به کار گرفته شدن به عنوان یک آواکس رو داره یا نه؟ ما تا حد زیادی با هواپیماهای آواکس آشنا هستیم و کاربردهای زیاد این نوع هواگرد هم بر هیچ کس پوشیده نیست.
آواکس ها در همه جای دنیا میان تا ضعف رادارهای زمین پایه رو جبران کنند و نقاط کور این رادارها رو برطرف کنند. علاوه بر این آواکس ها سیستم های الکترونیکی پیچیده ای رو حمل می کنند که توانایی مؤثری در جنگ الکترونیک رو هم برای اونها فراهم می کنه. در کشور ما هم استفاده از آواکس با توجه به سطح تهدیدات و لازمه موازنه قوا با دشمنان یک امر کاملا ضروریه. اما اگر بخوایم بدونیم آیا سیمرغ آواکس میشه یا نه، باید به بحث‌های پایه در زمینه طراحی و ساخت اون اشاره داشته باشیم. وقتی که قرار یک آواکس طراحی بشه، باید آیرودینامیک بدنه از همون آغاز طراحی توانایی آواکس شدن برای اون تعریف شده باشه. به این معنا که هدف از ساختش رو برای استفاده از همین نقش در نظر بگیریم. اگر بخوایم به آواکس نگاه کنیم، بحث آیرودینامیک هواپیما، بحث اوینیک متفاوت آواکس با ترابریک ها و همچنین توانایی های به شدت متفاوت اونها در بکارگیری برخی از سیستم ها نظیر رادارگذاری کاملا مشهوده و در نتیجه میتونیم نتیجه بگیریم که سیمرغ ما نمیتونه یک آواکس باشه، چرا که اولا از همون ابتدا ویژگی های یک آواکس برای اون مشخص و تعریف نشده و همچنین اوینیک متفاوت و ضعف این هواپیما در حمل رادارهای بشقابی متعارف در آواکس کاملا مشهوده. شاید در آینده بشه با ایجاد یک پلتفرم مشابه سیمرغ توان آواکس شدن رو از همون ابتدا برای اون در نظر گرفت و بشه کمی حداکثر وزن برخاست و حتی مداومت پروازی اون رو هم افزایش داد تا به عنوان آواکس از اون استفاده کرد. اما چیزی که مشخصه اینه که پلتفرم فعلی سیمرغ در حال حاضر در نقش آواکس حاضر نمیشه و برای این کار ضعف‌هایی داره. سیمرغ ما توانایی باربری و هلیبورن خوبی داره و درهای مخصوص برای پرش چتر بازها و همچنین درب متحرک در رم برتری اون رو نسبت به نمونه‌های مشابه خارجی مضاعف کرده. فراموش نکنیم که تلاش‌های ایران برای دستیابی به هواپیماهای پهپیکر تازه از سیمرغ شروع شده و در آینده قرار رشد زیادی داشته باشه و به اوج برسه. خب رفقای عزیز، به پایان این برنامه هم رسیدیم. امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید و مطالب اون مورد تایید و قبول شما عزیزان قرار گرفته باشه. به رسم همیشگی منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادهای شما عزیزان هستیم و تا برنامه بعدی همگی شما خوبان رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.